سلام و وقتتان خوش. هر شب سر ساعت ده همین جا همین مکان با برنامه گفتگوهای انتخاباتی، حداقل از خیلی مدت ها میشه که در برنامه گفتگوهای انتخاباتی موارد داغ که پیرامون انتخابات افغانستان از دنبال میکنید، اونم از یک مقدمه خیلی طولانی آغاز میکنیم. امشب از اینجا آغاز میکنیم. آیا کشمکش های انتخاباتی بالاخره نقطه پایانی داره یا خیر؟ شما گفتگوهای انتخاباتی را تماشا میکنید. من حارس جبران هستم. مهمانان امشب گفتگوهای انتخاباتی: خانم فاطمه عزیز، عضو مجلس افغانستان، میاگل وسیق، کارشناس سیاسی، و آقای مولانا فرید، آقای مسائل سیاسی. مهمانان بابا، خیلی خوش آمدین. میخوام از شما آغاز کنم. خانم عزیز، در مقدمه هم یک سوال مطرح کردم، لطفا اگر در یک دقیقه پاسخ داشته باشین فرصت بر دیگر دوستان بتیم. حالا میشه بگویم که بالاخره کشمکش انتخاباتی افغانستان یک نقطه پایانی داره؟ میخوایم اول خوب به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و خدمت بیننده های محترم، میخوایم بگویم که اگر هر دو ستاد انتخاباتی و بزرگای ما که در رأس قرار دارن بخواین که به این بنبست نقطه پایانی بگذارن، بله، و اگر نخواین جنجال ها و کشمکش ها را به این شکل که حالا جریان داره دوامش بتن، نه خیر، ماها دوام خواهد کرد و این برمیگرده به خود ما افغانا و به کسانی که در هر دو ستاد انتخاباتی تصمیم گیرنده هستن. اونا دیگه باید به این بنبست نقطه پایان بگذارن و یک دروازه امید برای مردم افغانستان باز کنن. خانم عزیز، حالا متاسفانه طویل ترین انتخابات افغانستان هم شاید ما افغانا باشیم که تجربه میکنیم. حداقل تا این دم زد و بندها رو دیدین، از قرائن چی نشان میده که بالاخره رهبران دو تیم، حداقل چهره ها و کادر ها، میخوان که یک نقطه پایینی پیدا کنن یا خیر؟ خب ما فکر میکنم که اگه اینا یک بار هم به مردم افغانستان فکر کنن، یک بار هم به روز فکر کنن که مردم افغانستان با قبول تمام زحمات و تهدیدات و با قطع شدن انگشتانشان رفتن به پای صندوق رای با یک دنیا امید و آرزو که به خاطر از اینکه یک تغییر مثبت به زندگیشان بیاید رفتن به پای صندوق و رای دادن، ولی متاسفانه امروز ما میبینیم که تمام امید و آرزوهای مردم به یأس و ناامیدی تبدیل شده. امروز دیگه من فکر میکنم اصلا نام انتخابات دیگه برای مردم خسته کن است. اگر می برنامه را بعض اوقات ببینن برنامه انتخابات است و دوستا بس میکنن در مورد انتخابات، شاید بر شما خسته کن باشه. سپاسگزارم خانم عزیز. من هم یک اعتراف در مقدمه برنامه داشتم. آقای وسیق، شما به بس خیلی خوش آمدین. فقط در یک دقیقه، چون مقدمه برنامه است، میخوایم بگویم که واقعا عزمی برای وجود داره که بالاخره همین کشمکش ها یک نقطه پایانی داشته باشه؟ خب قسم بنام خداوند بزرگ، بر سلام ادب خدمت شما میمونه گرامی و بیندای تلویزیون شما. قسم که شما میفهمین که حساسیت وضعیت در او حد رسیده که دیگه مردم از نام انتخابات، از نام رایدی و بالاخره از همین پروسه یک مقدار تنفر خود ابراز میکنن. بناهن ای یک بود قضیه، بود دیگیش که هر قدر به درازا میکشه، من فکر میکنم به درازا کشیدن میبره افغانستان در سطح بین‌المللی، یعنی که اعتبارش دیگه هم زیر سوال بره. این بود دیگه ایش هست که باز شما میفهمید هر قدر زیر سوال رفت و افغانستان به انزوا رفت، چی واقع بره داره در بود بین‌المللی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی. در مجموع اگر اطور چیز بکنیم که خب مانند گذشته اگر ما دید ما باشه که چی شده تا امروز از ستادها، متاسفانه یک فاصله طولانی رو میتونیم چیز بکنیم. اما ما امیدوارستون که با درک تفصیل دوباره برمیگردیم، فقط خیلی در حد یک جمله اگر بگیم در حد یک جمله وجود داره یا خیر؟ در حد یک جمله ما امید ما به این است که هر دو ستاد، خاصتا هر دو کاندید، این درک دارن که افغانستان امروز نیازمند چی هست و اون نیازمند از است که واقعا سر منافع ملی افغانستان توافق بکنن و حکومت وحدت ملی که گفتن و در مدت زمان کوتاه به این ماجرا دیگه به سلام نقطه پایان بگذارن. سپاس گذارم جناب مولانا، شما با بس خیلی خوش آمدین. لطفا دیدگاه شما بالاخره از وجود داره برای زی که کشمکش یک نقطه پایانی بتن یا خیر؟ با عرض احترام خدمت بینندگان محترم، کوتاه که به سوال شما جوابی بگویم که من نظر ما از لحاظ داخلی در پروسه انتخابات اگر فکر کنیم تمام مشکل مربوط به دو ستاد انتخاباتی میشد، کمی از واقعیت دورتر است.
شما نقش رئیس جمهور افغانستان در بدرازا کشیدن موضوع انتخابات نباید نادیده بگیرین و همچنان مردم افغانستان. اگر رئیس جمهور افغانستان میخواست کمیسیون متوجه مسئولیتایش میساخت، از ابتدا یک کمیسیون را ایجاد نمیکرد که تقلب و با بحران کشاندن انتخابات از روز تشکیلش معلوم بود، امروز قضیه افغانستان، قضیه انتخابات و موضوع انتخابات در افغانستان حل بود و مردم ما هم تا این حد دچار مشکلات از ناحیه انتخابات نمی شدن. آقای فرید، به موضوعات دیگر دوباره برمیگردیم که رئیس جمهور چی نقشه داشته؟ فقط در حد دو دسته انتخاباتی اگر تحلیلتان باشه که عزم وجود داره یا خیر؟ به نظر من که با بعض تیمای انتخاباتی که من رابطه نزدیک دارم، نشست برخواست دارم، ما هیچ نوع احساس نکردیم که اونا مفاد خود در کشمکش های بدون موجب ببینن. تمام تلاشی هم که تا امروز صورت گرفته است و انتخابات هم که تا جای به درازا کشیده است، بعضی تیم ها هدفشانی بود است که باید برای آخرین بار در افغانستان یک شفافیت ایجاد شود، دیگه کمیسیونی در افغانستان به میان نبیاید که ای تو فکر کند که هر کاری ما کردم مردم بپذیرند. سپاسگزارم. فقط سه مورد در اینجا درس کرد. اول، چیزی که خانم عزیز به او اعتقاد داره که نمیشه خیلی هم خوشبین بود که واقعا چنین کار شود، چیزی که آقای وثیق گفت میشه باورمند بود، حداقل میشه امیدواری هم داشت، و دیدگاه آقای فرید هم این که حداقل با دسته انتخاباتی که ناز نزدیک میشناسن اونا نوع کارشکنی هم نمیکنن. آقای وثیق، سوال برنامه را از شما آغاز میکنیم. امروز دو دسته انتخاباتی نخستین مذاکره خود را پیرامون مذاکرات سیاسی یا حداقل اعلامیه مشترک که صادر شد، به خاطر پختگی از او و به خاطر از اینکه وضاحت بیشتر داده شود، امروز نخستین و شاید هم دومین نشست خود داشتند. میخوایم بگویم در یک نگاه کلی و نتیجه خواهد رسیدن یا خیر؟ من قسمی که بیشتر گفتم، من مطمئن هستم که هر دو ستاد این را درک کردن که امروز مردم با گذشت هر روز چقدر نسبت به این پروسه خدای نخواسته بدبین میشن. یک. ثانیاً ادامه پروسه چقدر صدمه میزنه، هنوز هم اعتبار روانده و اعتبار افغانستانه و افغانستان چقدر در سطح بین‌المللی واقعا میتونه از اونو به اصطلاح مفاداتی که باید برداره یا اونو جلساتی که در سطح بین‌المللی هست. شما میفهمید در این نزدیکی ها جلسه سران ناتو هست که در اوج نسبت به افغانستان و آینده افغانستان باید حرفای داده شود و حرفای گرفته شود، تضمینای گرفته شود و بالاخره برای مردم اطمینان داده شود که افغانستان باز تنها گذاشته نمیشه و بالاخره محل تربیه تروریسم و بالاخره محل تهدید نی برای افغانستان، برای مردم افغانستان، برای حاکمیت ها، برای منطقه و برای دنیا نمیشه. اینی را من مطمئن هستم که هر دو طرف با درک از این حساسیت اینی وضعیت که وضعیت حساس است، هرگاه هر قدر به درازا میکشه این اعتبار چقدر پایین میه و چی عواقب را داره. شما ایتور یک بار فکر بکنین، امی همکاری یا جامعه جهانی در یک نقطه هرگاه وجود نداشته باشه، امی همکاری ما تا هنوز هر کس، هر افغان، هر انسان خواهان آزادی است، در طبیعتی است. اما ما امروز در موقف قرار داریم که ما در همه ابعاد نیازمند همکاری هستیم، چه نظامی، چه اقتصادی، چه سیاسی. هرگاه اینی همکاری ها صورت نگیره، شما میفهمین که افغانستان اگر به انزوا بره دوچار چی یک بحران میشه و کشیدن افغانستان از این بحران. ایره ما امید مطمئن هستم که هر دو ستا درک میکنه که اونو وضعیت بالاخره مردم، ولو ما ملامت باشم، تو ملامت باشی، اون ملامت اینه که دیگره بالاخره این ملامتی را نامزد اینمی وضعیت اساس درک میکنه. بله. لطفا نمیره توضیح بدین به چی مفهوم درک میکنن که واقعا افغانستان دینامیت یک مشکل قرار داره یا ماهیت موضوع رو هم درک میکنه که ما باید یک راه حل مطرح کاملا. شما ببینین وقتی که حکومت وحدت ملی قانون تقریبا، یعنی مطابق قانون یک چیز نیست، قانون کنار گذاشته میشه، قانون نمیره میگفت که فقط آرا چیز میشه، محاسبه میشه، بالاخره بعد شمارش آرا یک کس برنده اعلان میشه. اینی مشکلات ها با وجود آمد.
در کدام وقت همی حکومت وحدت ملی مطرح میشه؟ در اون وقت که یا یک تهدید بیرونی وجود داشته باشه، منافع افغانستان، حاکمیت افغانستان، تمام ارزش در مخاطره است در اینی زمان، و یا بحرانات داخل که در داخل انقلابات صورت میگیره، به خاطر جلوگیری از این حکومت وحدت ملی مطرح میشه. ولی یک چیز فراموش نکنید، من مطمئن هستم که هر دوست آدم ایره میفهم، امیدوار هستم با دقت بشنون و ایره که حکومت وحدت ملی به این مفهوم نیست که ما تقسیم بکنیم هر دو ست آدم. حکومت وحدت ملی تا دیروز هم بود، تا امروز هم است. ای به این معنا که از همه اقوام افغانستان حضور دارند، اما چه کسا حضور دارند؟ ای بسیار با اهمیت است. ما امیدوار هستیم که هر دو ستاد، هر دو ستاد، شما ایره فراموش نکنین، دارن کسایی را با خود حمل میکنن که گاهی گاهی اگر بگویم خوب از لحاظ تاریخی عوامل متعدد دیگه هم داره، ولی در نزدیکی که نمیگذارن عوامل بحران یا عوامل به اصطلاح که امروز ما دچار اینی بنبست میشیم، یک تعداد کتگوری ها یا اشخاص افراد هست که هر دو ستاد ایارا با خود حمل میکنه. من امیدوار هستم که کتگوری چی میکنه آقای وسیق مشخصه؟ وجود از این کتگوری ها یا اشخاص، کسایی هستند که از طرف جامعه، پیش وجدان جامعه یا ملامت هستند، مردم قضاوتش ای است، چور کردن، چپاول کردن، غصب کردن، کارهای خلاف قانون کردن و در دو کاملا 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 نگیره، هیچ کس نمیتونه چیز بکنه. ما امیدواری ما ای است و بالاخره توقع مردم ای است که اینی ستادها، اینی رهبری دو ستاد، خاصتا دو کاندید محترم، با درک از اینی وضعیت که با مفهوم واقعیش واقعا حکومت وحدت ملی را، یعنی کسی که بالای یک قوم به اصطلاح تکدار یک قوم شده و معامله میکنه و آینده سیاسی خوده، اقتصادی خوده همیشه تضمین میکنه، اینطور کسا را زیاد هرگز زمینه بتیم و باز هم حضور داشته باشن، به این معنا که ما اینی عوامل، اینی بحران با یک شکل، با یک شکل بازم با خود حمل میکنیم. منظور می است که بالاخره حکومت وحدت ملی، یعنی هر دو ستاد کوشش بکنن که واقعا مردمای خوشنام، مردمای متعهد به منافع ملی، مردمای صادق و بالاخره بر بنیاد شایسته سالاری اشخاص و افراد خود یک جا کنن و یک حکومت پاسخگو را بسازد. سوال بعدی ما از شما خواهد بود، لطفا اگر یادداشت هم داشته باشین، کالا اگر واقعا عدد امید دسته و کتگوری که شما میگن به نظمی ها در چور و چپال و غصب شریک است، عدد آدمایی که به عنوان یک کادر فنی میشه روی ازو حساب کرد دید دسته چقدر است؟ خانم عزیز، از شما سوال که مطرح میکنم، امروز هم ما شاهد توقف تفتیش ها را بودیم بنابر امو مشکلات و مخالفت هایی که ناظرین دو دسته انتخاباتی داد. هر بار که سر و صدای چگونگی ابطال آرا بلند میشه، حساسیت بحث تکنیکی انتخابات خیلی بلند میره. همچنان نباید نادیده بگیریم که روز به روز مسائل سیاسی انتخابات، گفتمان کلان سیاسی انتخابات هم حساس تر میشه. قضیه هم در افغانستان هر روز رنگش تغییر میکنه. میخوایم بگویم با توجه به شناختی که از دو تیم و دو کمپ یا حداقل دو دسته انتخاباتی دارین، اینا توان مدیریت این همه موارد دارن یا خیر؟ خب من فکر میکنم که واقعا سناریوی انتخابات، انتخابات جنجال برانگیز از همون آغاز وقت پیدا شد که یک عدم اعتماد و یک فضای بیباوری نسبت به قانون انتخابات، نسبت به کمیسیون های مستقل انتخابات و هم کمیسیون سم شکایت انتخاباتی بین هر دو دسته ستادهای انتخاباتی ایجاد شد که متاسفانه از امو آغاز تا اکنون ای دوام داره و روز به روز اوج گرفته میره. امروز ما شاهد هستیم که در کمیسیون مستقل انتخابات کسانی که من حیث ناظر هستند، اول خوب ببینید که چقدر تعداد ناظرین زیاد هستند. حالا در یک ساحه بسیار کوچک میتونست که بسیار تعداد کم ناظرین از اشخاص و افراد بسیار نخبه هر دو ستاد، آدمای تحصیل کرده، آدمای کسایی که حداقل احترام متقابل باید مراعات میکردن، او مردم ها باید من حیث ناظر میرفتن. ما میبینیم که آنقدر تعداد ناظرین زیاد است و هر کسی که آمده و گفته که من میرم ناظر میشم، برش کارت دادن ناظر روان کردن. خود از یک حالت
به اصطلاح بگیم از همپاشیدگی، بی بندوباری، یک نفر میایه یک کاغذ رایدهی را دو سه دفعه سایل میکنه، میبینه چرا در اینجا نقطه است، چرا در اینجا سوادسه است. به نظر من خود از این اگر به این شکل دوام کنه که باعث جنجال های بیشتر از این میشوند که امروز ما در یک بخش توجیه و حداقل پاسخ هم داریم. پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات، سازمان ملل، دو دست انتخاباتی. چون نباید روند تفتیش زمان بر شود. تاریخ تعلیف رئیس جمهور جدید مشخص شده، از او خاطر کمیت ناظرین بالا رفته که تا روند پایین پیدا کنه. خب ما فکر میکنم که اگر ایره به صورت درست مدیریت بکنن با ناظرین، کی مدیریت کنه؟ کسانی که در رأس هستند کمیسیون مستقل انتخابات. ما نمیشه که تمام اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اونا را وابسته فکر کنیم و به نسبت به اونا بی باور باشیم. در این ستادهای دمی کمیسیون مستقل انتخابات و یا در کمیسیون سمع شکایات ایتو نیست که کلگی یک طرف باشند. در اونجا کسان هستند که اونا صادق هستند، اونا حتی یک تعداد وابسته به یک تیم هستند، شاید اگر وابسته نیستند یک تعدادش به یک تیم رای داده، یک تعدادش به یک ستاد دیگر رای داده. به این معنا نیست که همگی از اونا را ما از نظر بندازیم، کل از اونا را ما بگیم که اینا اشخاص هستند که واقعا ایر بنبست ایجاد کردند. ما فکر میکنم امی فضای بیباوری و عدم اعتماد بود که امی مشکلات به وجود آورده. حالا خانم عزیز، وقتی که به این میزان مشکلات وجود داره، سوال اصلی بود که شما حداقل شناختی که از دو دست انتخاباتی دارین، توان مدیریت هم وجود داره یا خیر؟ خب ما فکر میکنم که اصلا اگر بخواین که مدیریت بکنن و جنجال خلق نکنن، فکر میکنم که حتما اگر ببینین تمام شخصیت هایی که امروز در افغانستان اکثریتشان، اگر نمیتونه بگیم تمام شخصیت ها، یعنی یک تعداد زیادی از شخصیت ها در هر دو ستاد حضور دارن، یعنی یک تعدادشان به یک تیم یا ستاد دیگه، یک تعداد دیگهشان به ستادهای دیگه وابسته هستن و عملا در اونجا حضور دارن. اونا کسانی هستن که میتونن که این سیستم رو مدیریت بکنن. خانم عزیز، ولی اجازه بدین من یک مثال عملی ترم بتم. شما که نماینده مردم هستین، اونم نماینده مردم قندوز، حداقل گاهگاه شاید به بازارم رفته باشین، حداقل داد و ستد هم کرده باشین، از اوضاع بازارم خبر هستین، رقم رکود اقتصادی افغانستان هم خوب میدونین، مشکلات و حساسیتی که در مناسبات ما در منطقه و جهان هم خلق شده او رو هم درک میکنین. خیلی واضح‌تر و اگر حرف که حداقل ما امروز با او شما به عنوان یک نماینده مردم هم شاید نگران باشین، مسئله امنیت قندوز است. حالا وقت کل زیار محاسبه کنیم، باز میتونیم بازم بگیم که اگر اینا بخواهن، حالا باید میخواستن، باید بخواهن. ما فکر میکنم که اینا حداقل اینا باید این موضوع را به هر شکل که میشه باید بخواهند که مردم افغانستان دیگه حوصله و تحمل چنین وضعیتی که از اثر کشمکش ها و به درازا کشانیدن این پروسه به وجود آمده دیگه مردم تحمل از این را نداره. شما میفهمین که امروز از این فرصت مخالفین مسلح استفاده میکنن، ناامنی ها در سطح افغانستان به اوج خود رسیده. ما که شاهد ناامنی در ولایت خود هستم، امروز در اکثریت ولسوالی های ولایت قندوز امنیت به حد آخره این خراب است و مردم ولایت قندوز از ترس و حراس امروز در خانه هایشان احساس مسئولیت و امن نمی کنند. همچنان در یک تعداد از ولایت دیگه چنین وضعیت جریان داره. شما می فهمین که به درازا کشاندن این پروسه، به نتیجه نرسیدن این پروسه باعث از این شده که یک لقمنان را از دسترخان هموطن و فقیر و بیچاره ما که با اولاد خود سر دسترخان میشه، اونان از دسترخانش گرفته، گراف فقر و بیکاری به حد بالا رفته. شما میفهمین که امروز فرار سرمایه از افغانستان، بیکاری در افغانستان بیداد میکنه. یعنی شما فقط و فقط امی از همپاشیدگی و امی کشمکش های سیاسی که امروز در افغانستان به وجود آمده، شما باور کنین که تمام سیستم ها را، یعنی زندگی مردم افغانستان در عرصه های مختلف برهم زده. از او خاطر من میگم که همی ستادهای انتخاباتی هم افغانای ما هستین، بلیاز خدا اومو کسایی که برای شما رای دادن، لطفاً یک بار راجع به اونا فکر کنین که وضعیت زندگی از اونا چگونه است و شما در چی وضعیت هستین. شما به نام حکم دولت وحدت ملی، وحدت ملی در دو ستاد قبل از اینکه به پروسه انتخابات برند در نظر گرفته شده بود، در تیم یک نفرش پشتون آمد، یک معاون اولش از یک قوم، معاون دیگهش از دیگه قوم، در دو تیم در نظر گرفته شده بود. اونا پس خیکی هستن که حالا باز حکومت وحدت ملی میسازن. به هر صورتش یک مسئله است، میگه به مرگ بگی که به تو راضی شو، حالا ما راضی هستیم. مردم میگه هر چی میسازن، هر حکومت میسازن، لطفا به نتیجه برسن
که بالاخره یک نظام قانونی در افغانستان به وجود بیاید. به خدا پیش همسایه‌ها شرمنده شدیم، ایران و پاکستان سر ما چی خواد گفتن، جهان بر ما خواد خندید. شما در ترکیه دیدین که یک روز انتخابات شد، فردا رئیس جمهور اعلان شد و امروز رئیس جمهور ما به تبریکیش رفته به ترکیه. ولی در افغانستان 6 ماه که این سناریو جریان داره. شما باور کنین که ده هیچ نقطه کره زمین ما فکر نمی کنم که به این شکل ما کلاف از دموکراسی زدیم. خب به هر صورت اگر ما هر قدر بس کنیم در این مورد، باور کنین که دل مردم بسیار زیاد درد داره. سپاسگزارم خانم عزیز. فقط میخوایم یک جمله اخیر هم از شما بشنوم. اگر فرضیه به این باشه که تا این دم واقع رهبران دو تیم صدای مردم و حداقل صدای نمایندگان مردم نشنیدن، در یک جمله بگوین اگر فرض به این باشه که روند ادامه کنه، حداقل ولایت شما به کجا خواهد بره؟ ما براتون یک چیز میگم که نه تنها ولایت ما، شاید اکثریت ولایت های دیگه هم وضعیتش از آنچه که امروز از بدتر شود. چرا خدای نخواسته در یک خلای قدرت ما قرار نگیریم؟ امین نظام نیم بندی که فعلا ما داریم، امیال شما میبینید که یک تعداد از وزیر صاحبا به دفترهای خود نمیباشند. اکثریت کارهای مردم که از ولایات میان روزها پشت یک کار خود به هر دفتر که تق میزنند، کسی بر سوال از او پاسخ نمیگه، کسی صدای از اونا رو نمیشنه. هر کس میگه بیادر برو تا که نتیجه انتخابات معلوم شه باز پشت از این کارت بیا. تا که او بیچاره میایه یک وکیل خود پیدا میکنه، به یک در سر میزنه. شما باور کنین که من خودم 4 روز 5 روز میشه که از ولایت قندوز آمدیم به این عزم که برم امرای مسئولین درجه اول که در رأس امنیتی است ببینم و موضوع مشکلات قندوز امرایشان مطرح کنم که بالاخره ای تا چی وقت دوام میکنه. ما موفق نشدیم که اونا را ببینم. ما بعد از تلاش های بسیار زیاد ما امروز فقط تانستم که کریم خلیلی معاون دوم ببینم و از طریق از او پیام مردم قندوز برای رئیس جمهور و به شورای امنیت برسانم که خیر ببینه، لطف کرد برای ما وقت داد و امی داد مردم قندوز که ما برش رسانم او را گوش کرد و وعده داد که ما ایره میرسانم. سپاسگزارم. ادامه گفتگوهای انتخاباتی تا لحظات دیگر. ادامه گفتگوهای انتخاباتی از یک. آقای فرید، میخواستم شما که در مقدمه هم از رئیس جمهور نام بردین و گفتین تا حد اونا هم نقش داره و به درازا کشیدن انتخابات و حداقل فعلا هم به عنوان یک تماشاگر داره می زد و بندهای سیاسی، حداقل موضوع انتخابات افغانستان نظارگر است، میخوایم حداقل موارد پیش از اینه که رئیس جمهور افاده کرده بود برای خارجی ها هشدار داده بود که شما در روند مداخله نکنین، امروز که میبینیم تمام سر سامان دادن انتخابات افغانستان و دست خارجی ها است، حالا حداقل نقش رئیس جمهور چی میتونه باشه؟ ما یک مطلب در هماهنگی با دوستای ما در میز که مطرح کردن خدمت شما یادآورم بشیم، بسیار کوتاه شما میتونین که مطلب به تمام کنه این مطلب برسین که مردم ما نسبت به درازا کشیدن انتخابات به چه اندازه خسته شدین. من دیروز در شیشه عقب یک موتر دیدم بسیار به خط درشت نوشته شده بود که ما رای خود را پس میگیریم. معنی از این که از روندی که جریان دارد به نام انتخابات مردم نهایت خسته شدن و ایران باید دوستا بدانند و حتما میدانند که کاندیدا نسبت به همه مردم افغانستان بیشتر در جریان وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، وضعیت بیکاری، وضعیت خستگی مردم قرار دارند. ببینین نقطه مهمی است که از نظر ما هم به درازا کشیدن انتخابات یک مصیبت است، هم سرپوش گذاشتن روی تقلبات انتخاباتی ایان بنابه خود یک مصیبت است. اگر ما درست است که وضع مردم خراب است، جنجال انتخاباتی به درازا کشید، مردم ما بیکار هستند، بایی که میپذیرم یک بخش از این عوامل انتخابات است و به درازا کشیدن انتخابات است، اما یک بخش از این از قبل وجود داشته است. ما قبلا از انتخابات هم ناامنی داشتیم، قبل از انتخابات هم لاقانونی در وطن بود، قبل از انتخابات هم مردم ما بیکار بود، قبل از انتخابات ما حکومت دلخانه داشتیم. بله، میشه که یک بخش از عوامل پیشتر که جناب وکیل صاحب فرمودن انتخابات هم باشه، به خاطر که تمام وزرای حکومت در یک از تیما مصروف کار به نفع یک تیم انتخاباتی هستند تا مصروف کارهای مدیریت وزارتشان باشند در وقت مردم افغانستان برسند. به نظر ما باید حکومت
وقتی که ما حکومت میگوییم رئیس جمهور در انتخابات ها در جایگاه خود میماند و منظور ازی است که در یک کشور خلای قدرت باقی نباید خلای قدرت ایجاد نشود. آیا رئیس جمهوری که فعلا رئیس جمهور است اگر این رئیس جمهور اراده بر ازی داشته باشد که در افغانستان در جریان انتخابات یا به درازا کشیدن انتخابات مشکلات ایجاد نشود از وظایفش مدیریت حکومتش نیست؟ باید رئیس جمهور تا در کشمکش های انتخاباتی خود مصروف بسازد باید وضعیت حکومت و حکومتداری و امنیت کشور و اقتصاد مدیریت بکند. حالا آقای فرید میخواین بگوین که رئیس جمهور عملا داخل کشمکش های انتخاباتی است یا خیر؟ من برای تاریت رو عرض میکنم. بله اگر رئیس جمهور داخل کشمکش های انتخاباتی نمی بود هیچ ضرورت نبود که یک وزیر خارجی از یک کشور دیگری بیاید میانجیگری بکند. اگر داخل کشمکش های انتخاباتی نیست اما به عنوان یک سیل بین و نظارگر هم است. حتی تعبیرهای وجود دارد که رئیس جمهور می خواهد انتخابات به درازا بکشد، در افغانستان بحران ایجاد شود، اگر 5 روز دیگه با عمر حکومتش افزوده شود. این مسائل هم نسبت به رئیس جمهور بر می خورد و رئیس جمهور به نحوی در درازا کشیدن انتخابات مسئول است. من یک مثال براتون میگم. ببینید وقتی که می وزیر خارجه امریکا دو دور شده می در افغانستان با هر دو کاندید صحبت می کند، دو کاندید در برابر مردم قرار می گیرند در حضور وزیر خارجه امریکا، اعلامیه را به نشر می سپارند اما رنگ قلم امضایشون خشک نمیشه که باز از او اعلامیه خود تعبیرهای مختلف میکنند. معنای چیست؟ معنای است که هم عوامل داخلی هم عوامل درون تیمی هم عواملی که از یک از کاندیدا هر کس که حمایت از کاندیدا میکنه اینا را دوباره وادار میسازد که چیزی را که امضا کردین با معتقد نباشه. آقای فرید اشاره خوبی داشتن، اجازه بدین من سوالم مطرح کنم. حداقل تا چند روز گذشته و پس از رفتن آقای کیری و همچنان در حضور آقای جان کیری اعلامیه مشترک صادر شد. اونجا حداقل چارچوب سیاسی و اعلامیه مشترک هم ماده هایی که داره صراحت داره. اندک از گذشتن آقای کیری نگذشته بود که موارد اختلافی هم دیگر آفتابی شد. حداقل اونمو بحث ماده پنجم هم از بحث تقسیم قدرت است، چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی است. ولی من میخوام این سوال بکنم، همین اکنون که مذاکره هم جریان داره، پس اگر واقعا روی تقسیم قدرت و مسائل کلان سیاسی کار نمیکنن مصروف چی هستن؟ ببینین یک تعبیر غلط هم صورت گرفتن. یکی از تیم‌ها بیشتر روی حکومت وحدت ملی تاکید کرده، یکی از تیم‌های انتخاباتی و ای تو تعبیر شده است که این تیم در انتخابات بازنده است، میخواهد در قدرت شریک باشه. ما اینطور بر مردم افغانستان بگیم، تا هنوز بازنده و برنده افغانستان، برنده در انتخابات افغانستان مشخص نیست. اگر واقعا حکومت افغانستان یا کمیسیون مستقل افغانستان مدیریت میکنه انتخابات به بیراه نمی برد، امروز برنده و بازنده مشخص می بود. اگر در دور دوم کمیسیون انتخابات یکی از کاندیدا را برنده اعلام کرد، اگر واقعا این راست میگفت، اگر اعلامش اعلام واقعی بود، چرا گپ خود پس گرفت؟ اجازه داد به دنیا که دوباره باید انتخابات افغانستان 100% تفتیش صورت بگیرد. معنی چیزی که اعلان قبلیش اعلان با جای نبود، اعلامی بود که راه تقلبی را اعلام میکرد که باید راه از طریق تقلب یک کاندید دستش بالا شود. ما براتون بگم که بالای مردم افغانستان بسیار مشکل آمده است و هدف هیچ کاندیده به خصوص یک کاندیده را که ما با او کم بلدیت دارم اینطور نیست که ما کشمکش بکنیم، انتخابات بدرازا بکشیم تا در یک گوشه قدرت شریک شویم. نه، هدف از تمام مسائلی که تا امروز مطرح شده است باید ما حالتی را در افغانستان بریم، یک روز دیگه هم در میز شما گفتم هیچ خائن بعد از این در آرای مردم تقلب نکنه. ولی آقای فرید اجازه بدین حداقل ما باید یک سنجش سیاسی و قیمت هم برای کاری که میکنیم داشته باشیم. با نامزد که شما حداقل از نزدیک شناختام دارین، وقتی اونا میاین میگن به خاطر منافع ملی، به خاطر از بین بردن خائنین چنین کارا میکنه، آیا قیمت از این دانستن که ما داریم یک از ولایت های کشور از دست میتیم، ما داریم صف مخالفین مسئله خود هر روز با طولانی شدن روند انتخابات داغ میکنیم، ما داریم مناسبات خود با منطقه و با جهان از دست میتیم، آیا روی قیمت گذاری شده؟ حداقل سنجش شده؟ من یک گپ براتون میزنم، مگرچه دو تیم انتخاباتی را مسئول بخشی از مشکلات در این شکی نیست میدانم، چرا طرف اصلی قضیه انتخابات در افغانستان دو تیم است، اما عامل اصلی که تا
تا امروز مردم افغانستان سرگردان ساخته است تقلب کارا است که انتخابات را بیراه بردن. عامل اصلی اینا هستن. انتخابات کسایی به درازا کشیدن که تقلب در انتخابات کردن. بنان ما اینطور براتون بگیم که ببینید آیا شما معتقد هستین جانب دیگه قضیه را ببینید؟ بزرگوارا در اینجا هستن. ما اگر بریم از یک حکومت غیر مشروعه که از طریق آرای تقلبی به قدرت برسد، هر کدام از تیم‌ها باشد در افغانستان حاکم شود، شما اطمینان داره که باز او میتونه فقر و گرسنگی و ناامنی و اینا را از بین ببرد؟ سپاسگزارم آقای فرید. اجازه بدین این نظر که داشتین با آقای وثیق هم شریک بسازیم، ولی پیش از شما یاد داشتم دارین در پیوند به ای که پیش از اینکه ما این سوال مطرح کنم، گفتین که در هر دو دسته انتخاباتی علاقات وجود داره که اونا نمیشه بالای از چهره ها حساب شود، اقل اونا در غارت در مسائلی که مخالف از بارزش ها در افغانستان سهیم هستند. میخوایم بگیم عدت آدم های با درک و با فهم فهیم در این دو دسته انتخاباتی چگونه است؟ خب ما تا هنوز ترک بررسی دقیق نکردیم، ولی این چهره ها را ما هم ملت افغانستان هم میشنوزن که اینی چرا سوال نسبت به وجود داره. واقعا مردم افغانستان سوال داره. اکثرا کسایی هستن همی حکومت که امروز روزای آخره کارش است به شکل از اشکال اکثریت یعنی سهم بودن سهم داشتن در دولت در حکومت در بخش های مختلف و اینی حکومتی که مملو از فساد بوده، یعنی فاسد بودنش در سطح دنیا برای مردم چیز شد. بنابراین حالا هر چهره که در حکومت سهیم بوده و فاسد است، منظورم سر چی است که بسیار کسا امکان داره برای دور شدن از فساد امکان داره فاصله گرفته باشه، بسیار کسا امکان داره دو حد شده باشه که امو اداره و امو محیط سر چیز شده باشه یا در نتیجه بعضی اختلافات فاصله گرفته باشه، تفاوت داره. ولی من میگم که این جامعه دستاتها یعنی چهره هایی که میشه سرش اعتماد کرد، مردم و ملت افغانستان، میشه که یک حکومت پاسخگو از یه ساخت، میشه که حکومت که واقعا حاکمیت قانون بپذیره، تامین عدالت بپذیره. حالا اکثرا کسایی که قانون زیر پا کرده و دست قانون هیچ وقت به گریبانشان نرسده، برای تامین عدالت خودشان به عدالتی را رواج دادن. فرهنگ مافیات شما میفهمید نی؟ متاسفانه. حال منظور ما این است که در جامعه قطع رجال نیست، فقط ما یک چیز در نظر بگیریم که افغانستان. ببینین اکثرا این نیروهای اکثرا هم هستن که خوب میتونه ویرانگر باشه ولی سازنده نیست. تدبیر و هنر ای دو ستاد، رهبری ای دو ستاد، خاصتا ای دو کرکتر ای خود بود که چطور در قدم نخست جلو خرابکاری را بگیره اگر بتانه این نیروها را در سازندگی جهت بده. اجازه بدین تحلیل که آقای فرید داشت خدمت شما بگیم. بدون هیچ شک اینا گفتن در برخی از نگرانی هایی که فعلا شهروندان در افغانستان متقبل میشه دو ستاد و دو دسته انتخاباتی هم سهیم است، ولی نمیشه تمکین کرد به ای که حالا اگر نتیجه تقلب بپذیریم و فردای روز رئیس جمهور اعلام شود به اساس رأی که کاملا سیاه است، رأی است که از آدرس های متفاوت و گوناگون به دست آورده شده و خیلی به گونه تقلب آمیزش. میخوایم بگویم که در این میان باز رای حل چی میباشه؟ آیا مردم روند همی گونه آغاز کنند؟ باید تحمل کنند چون یک حکومت فاسد در آینده نداشته باشند؟ من فکر میکنم خب از یک طرف ادامه وضعیت هم وقتی که ما نمیخوایم یک حکومت فاسد هم داشته باشیم، ادامه وضعیت هم مردم دیگه او چیزی را که میخواه، مردم کار میخواه، مردم نان میخواه، مردم امنیت میخواه، مردم ثبات میخواه، مردم حاکمیت قانون میخواه، مردم عدالت میخواه. حال با گذشت هر روز وقتی که این پروسه طولانی شده میره در میان این فهرست که داشتین آقای وثیق ایران علاوه کنین که مردم حکومت پاسخگو هم در آینده میخواه. کاملا همین چیزی که ما میگیم در وجود یک حکومت پاسخگو ممکن است، متوجه هستین؟ حال دو بودش، هر دو بودش شما در نظر ادامه این وضعیت ناامنی را زیاد کرد، فرار سرمایه زیاد شد، اعتبار سیاسی افغانستان با گذشت هر روز سطحش پایین آمده میره و ناامنی روز به روز قسمی که پیشتر وکیل صاحب سیز داشتن این حالا اینی یک بودش است. ما آیا دفتا به خواست مردم لبای گفته فقط ما قسمی که مولانا صاحب گفت بسیار دقیق سرپوش گذاری بکنیم و یا ای که واقعا شفاف بسازیم؟
ما فکر میکنم هرگاه مردم ما در اون سطح از آگاهی میبود که واقعا میگفت نه ما یک 5 روز دیگه مشکلات تحمل میکنم ولی یک حکومت که معلوم شوه که تقلب است نیست و اگر تقلب است واقعا روشن شوه و خصوصا در این طور یک پروسه که نه صرفا ناظرین دو ستاد ناظرین داخلی ناظرین بین ملی جامعه جهانی مواین ما همه دخیل هستند. آقای وسیق لطفا شما یک از گزینه ها را انتخاب کنین که مردم کدام یک از دو گزینه را گزینش کنن. اول باید با امی روند تحمل کنن بگذارن که رای شفاف مردم معلوم شود. دوم برن به طرف یک حکومت که متقلب خود بود. من میگم که ما نه به حکومت تقلب باید بریم و نه هم دور از شفافیت. ما یک حد میانه را تعیین بکنیم. هر دو ستاد هر دو رهبری کوشش بکنن که واقعا از یک طرف اینی مشکلاتی که دارن واقعا اینی توافق سیاسی را امیر قوت بتن از جایی که گای گای به تقابل میرن به همکاری برن و کوشش بکنن که پروسه را یعنی سرعت بتن که هر چیز زودتر این پروسه نهایی شوه که هم اعتبار پروسه شفافیت پروسه و اعتبار حاکمیتی که در آینده میاد این هم تضمین شوه و هم در مدت کوتاه ما بتونیم یک حاکمیت را داشته باشیم که جلوگیری از اینی از پاشیدگی که خدا نخواسته در نتیجه طولانی شدن پروسه میشه از این جلوگیری کرده باشیم. سپاسگزارم. خانم عزیز در خیلی موارد هم مطرح کردن گزینه حکومت وحدت ملی و به تعبیرهای دیگر حکومت فراگیر اینا هم پاسخگو نمیتونه باشه. باورهای وجود دارد چون سنگ بنای حکومت وحدت ملی بر اساس مصلحت و تفاهمهای در سطح کلان است که حکومت و برایند این چنین حکومت هم اونمو درگیری های درون حکومتی خواهد بود تا پاسخگویی بر ملت. و بحث دوم هم که مطرح میشه این است که کادرها چهره ها و دقل چهره های با فهم و فهیمی که وجود دارد در کشور خود سهیم در قدرت آینده نمیبینند. دیدگاه شما چیست؟ خب من فکر میکنم که همون مشکل اساسی هم امروز و مچانزنی ها و جنجال هایی که امروز به حساب دامنگیری از این پروسه شده کلن میشه ما نامش حکومت وحدت ملی بانیم ولی اگر از واقعیت نگذاریم تماما چانزنی ها به خاطر گرفتن کرسی ها در دولت و حکومت آینده از طرف هر دو تیم است. کسانی که در هر دو ستاد و در هر دو تیم در اطراف هر دو کاندید قرار دارن اونا هر دو کاندید هیچ وقت نمیگذارن. حتما از اونا میخواه کرسی و موقف ما در آینده در دولت چی است؟ در حکومت آینده جایگاه ما در کجاست؟ اونا مجبور میسازه این ستادها را که اینا اینمی کشمکش ها را دامن بزنن. اگر نیمه براتون گفتم که وحدت ملی به چی معنا؟ از اقوام مختلف در یک تیم حضور داشتن. همیالا ببینین در دو تیم از اقوام مختلف حضور دارن. این به چی معنا باز وحدت ملی؟ ولی به هر صورت هر چی که است باز هم امی حکومت وحدت ملی را که اینا قرار است بسازن در یک صورت میتونه موفق باشه که کار به اهل کار بتن. یعنی به این معنا نشه مثل که در گذشته به می شکل بوده یک چند نفر تکدارا از آدرس اقوام از آدرس تنظیما از آدرس احزاب میاد تکدار یک قوم یا یک حزب یا یک تنظیم میشه و هر کسی را که او معرفی کرد ولو که او شایستگی و لیاقت همی کرسی را داره یا نداره حتما باید نفر از او باید باشه اینجا. به نظر ما هر حکومتی که ساخته میشه ولو حکومت وحدت ملی قبولش میکنیم ولی دادن کار به اهل کار شایسته سالاری با وجود آمدن یک نظام پاسخگو با وجود آمدن یک نظام قانونمند با وجود آمدن یک نظامی که در او عدالت تامین شوه بر مردم کار پیدا شوه و مردم از این وضعیت نجات پیدا کنه او وقت میتونیم که ما بگیم که این حکومت هم حکومت وحدت ملی است و هم یک حکومت است مطابق خواست مردم افغانستان. ولی یک نقطه دیگر میخوایم اشاره بکنم. به نظر ما فکر میکنم که تیم برنده در این انتخابات کسی خواد بود که او بازنده شوه. چرا؟ به خاطر از اینکه هر تیمی که برنده میشه این از همپاشیدگی هایی که امروز در افغانستان به وجود آمده به اون شکلی که در وقت کمپاین های انتخاباتی خود برای مردم خدا فرشته معرفی کردن و تمام عشق و آه مردم از بین بردن و به مردم بسیار وعده ها دادن گرچه که مردم مایوس شده حالا میفهمه که نمیتونن اونو کارا را کده نمیتونن و در اون وقت است که در تاریخ ثبت میشه بر از اینا که کی
برنده اصلی است و کی بازنده. به نظر من هر کسی که بازنده میشه او برنده اصلی این انتخابات در شرایط فعلی افغانستان است، خصوصا که این پروسه را به این شکل بدنام، به این شکل پروسه را آنچنان ضربه زدن که من فکر میکنم که در تاریخ افغانستان اگر نسل های بعدی تاریخ مطالعه کنه، شما باور کنید که چه قضاوت در مورد به حساب امروز افغانستان اونا خواهد کردن. چرا وقتی ما آمدیم به نام یک نظام دموکراسی رفتیم انتخابات قبول کردیم، ولی در آخرش نه قانون انتخابات پذیرفتیم، نه دموکراسی را به اون شکل که بود تانستیم که حداقل راه را باز کنیم برای کسانی که بعد از ما در این پروسه میآیند. ما کار کردیم که دیگه به نظر ما در این پروسه مردم افغانستان شاید بسیار کم بتونن که اشتراک کنن، بسیار کم حاضر شوند که خود زحمت بتن برن به پای صندوق های رای در آینده ها. ما باید سیاسیون ما، کسانی که امروز در این کشمکش ها دخیل هستن و این پرابلم ها را خلق کردن، اونا باید کار میکردن که در انتخابات های بعدی مردم به بسیار علاقمندی میرفتن و در این پروسه اشتراک میکردن. سپاسگزارم خانم عزیز. و آخرین سوال هم از آقای فرید مطرح میکنیم، اگر خیلی فشرده بگیم چون وقت برنامه هم تمام است. حالا دیدگاهی که خانم عزیز داره، با وجود سهم دادن و سهم اقوام که در آرایش های تیمی و در وقتی که تیم های انتخاباتی تشکیل شد دیگه اونجا مشهود است و حداقل قابل لمس است، ما میبینیم که گزینش رئیس تکه دو معاون و اعضای رهبری به گونه‌ای بوده که باید به اقوام افغانستان سهم داده شود. این به گونه‌ای تعریف میکنه، مشخص میکنه که وحدت ملی تامین شده. یک بار دیگر افاده حکومت وحدت ملی به چی معناست؟ ببینید حکومت وحدت ملی یک حکومت ایدئال نیست. همون قسمی که دوستا گفتن، حکومت وحدت ملی تا یک حکومت انتخاباتی در آوردن اصلاحات، انکشاف اقتصادی، ترقیات اجتماعی نمیتوند دست بازی داشته باشد. حکومت ایدال نیست. حکومت های وحدت ملی که معمولا به خاطر زدودن بحران ها ایجاد میشن یک حکومت مجبوریت است، به منظور جلوگیری از بحران است. ببینین ما خود میگویم ما هیچ نوع خود ما طرفدار حکومت وحدت ملی نیستیم. ما ای کاش یک کمیسیون می داشتیم، انتخابات شفاف برگزار میکرد، برنده اصلی انتخابات مشخص میشد، حکومت خود ترتیب میکرد، اپوزیسیون قوی در کنارش ایجاد میشد که هر وقت او را متوجه مسئولیتش میکرد. ما میگویم که ما طرفدار حکومت وحدت ملی نیستیم. بله امروز جامعه جهانی آمدن افغانستان که در لبه بحران دیدن، به منظور جلوگیری از بحران طرح تشکیل حکومت وحدت ملی را ریختن. مثل که امروز در عراق هم این گپ عملی شد و چند قبل در کینیا بود، در بعضی کشورهای دیگه. گپ دوستا درست است که این حکومت، حکومت ایدئال نیست، حکومت است مجبوری به منظور جلوگیری از بحران. یک موضوعی است که ما داخل تیم ها، بله تیم ها کلش از افغانستان هستند، تیم ها هر دویش افغانیستن. اینطور نامده یک از اروپا بیاد، یک از افغانستان بیاد، یک از امریکا بیاد، مردم افغانستان است. چند تیم انتخاباتی داشتن، بالاخره به دو تیم مختصر شدن. خوشبختانه که در ترکیب از یا از اقوام مختلف از هر کدامش از تمام مناطق رای آوردن، اما برای مردم افغانستان خیانت شده است. یک نمونه مثال ببینید. سوال اون نیست آقای فرید، وقتی که از اقوام مختلف در تیم ها موجود است، وحدت ملی هم اینجا تامین نشده؟ بله در هر تیم وحدت ملی است، اما دو تیمی که امروز ادعا دارند، دو تیمی که در دور دوم انتخابات رفتن و یک تیم ادعای تقلب داره، شواهد هم را میکند و تیم دیگر حاضر نبود به تفتیش. کمیسیون گفت که نمی چیزی که برنده است تیم، بعدا دنیا آمدن فهمیدن واقعیت در افغانستان است که علیه انتخابات رای مردم کودتا شده است. حال مشکلی است که بین این دو تیم بیاید یک حکومت جور شود به نام وحدت ملی، معنی است بین این دو تیم به منظور جلوگیری از بحران که یک تیم ادعای تقلب داره، یک تیم از طریق تقلب ادعای برندگی را، رای وسطی است که یا با خود جور بیان حکومت رفاهی تشکیل بدن که اقلا بتونن افغانستان از بحران نجات بدن. از نظر ما حکومت ایدئال نیست، ما طرفدارش نیستیم. با عنوان یک نسخه مجبوریت که افغانستان طرف بحران را میپذیریم. سپاسگزارم آقای فرید. یک نقطه ببینین، یک نقطه دیگر بتون اضافه ببینین.
در نظام امنیتی افغانستان هیچ وقت نباید مسئولین امنیتی افغانستان در کشمکش‌های سیاسی دخیل باشند. ببینید قماندان امنی هم قماندان امنی است، وزارت دفاع هم وزارت دفاع است، وزارت داخل هم وزارت داخل است. ببینید این وزارت ریاست امنیت ملی هم ریاست امنیت ملی است. چرا اینا آنقدر بی‌کفایت شدن که اینا میخوان تمام ضعف و مدیریت خود را بپوشانند بهانه بگیرن انتخابات ها. اینا خود این نوع مسئولیت در پروسه انتخابات دادن، غیر حق رای دادن. ولی تامین امنیت انتخابات خمینا کردن، این مسئولیت چند بود؟ اجازه براتون بده. پس ما بارانای امنیتی پس و انتخابات میگیم وظیفه از ایاست که مدیریت بکنن تمام ارگان ها به جای خود است. سپاسگزارم آقای فرید، چون وقت برنامه تمام است، اگر خیلی فشرده بگیم تمام آرا 100% دوباره در حضور ناظرین داخلی و خارجی، در حضور ناظرین هر دو ستاد دوباره شمارش میشه. به نظر من هر کسی که در نتیجه از این که رای شفاف از تفکیک میشه، هر کسی که در نتیجه از این شمارش برنده است و باید برنده قبول شود. اگر به او شکل نمیشه، خیلی حکومت وحدت ما ایران میمانم یگان وقت که این حکومت وحدت ملی از یک طرف ایجاد میشه، هر دو ستاد بین هم تفاهم میکنه، از یک طرف دیگه 100% آرا شمارش میشه، تمام روز دوج مردم یخن یکی دیگه خدا میگیرن. ای به چی شکل خوب آقای ممذرت خانم عزیزو، به منظور ازی است که دقیقا باید رئیس دولت مشخص شود کی زعامت آینده افغانستان میگیره، مدیریت کل نظام در گره کی باشه. وقتی که شمارش را 100% صورت میگیره، دوباره در حضور ناظرین داخلی و خارجی باید هر کسی که در نتیجه شمارش برنده میشه و برنده اعلان شود. سپاسگزارم، ممنون. ممنون از حضور تمام میمانان با گفتگوهای انتخاباتی امشب. باید بگویم که از سخنگویان دو دسته انتخاباتی هم دعوت کردیم ولی تشریف نیاوردن. حالا هم خداحافظی شهروندان با رئیس جمهور، تا فرصت دیگر خدا نگهدار. رئیس جمهور کرزی در طول 13 سال که رئیس جمهور ما بود تا اندازه خدمات توانست با ما کرد. امروز که ما شما در شهر کابل و در ولایات که یک اندازه بازسازی که می‌بینیم، او از برکت رئیس جمهور کرزی بوده و ناامنی‌هایی که در طول 13 سال وجود داشته البته دست کشورهای خارجی بودن و ما از رئیس جمهور کرزی خوش هستیم. کوم پرمختګ چې د کرزی په وخت کې راغلی د هیڅ رئیس جمهور په وخت کې نه راغلی، او همدارنګه کوم تحصیلات چې تعلیم په برخه کې کوم کوم پرمختګ کړی د هیڅ رئیس جمهور په مخ کې نه راغلی، او همدارنګه د باسازی یا بیارغونې په برخه کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی د هیڅ رئیس جمهور په وخت کې نه راغلی. د افغانستان ولسمشر ستا په 14 کلو کې ډیر خدمتونه وکړل، خو متاسفانه چې تا په 14 کلو کې اداري فساد له منځه یې نه وړ، او د افغانستان خلک د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ستا په ریاست کې او په معارف کې ډیر سخت مشکلات دي. هغه اول نمره چې اول نمره وي، هغه د رئیس یا د مهم زوی اول نمره کیږي، او د غریب او بیچاره زوی پس پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشره اداري فساد ستا څخه موږ ډیر خفه یو، او متاسفانه نور دستا د حکومت څخه موږ ډیر خوشحال یو. یوازې نه پیسه ستا اداري فساد وو چې په 14 کالو کې ستا اداري فساد ډیر وو. آقای کرزی در دوران زمامداریش کارهای مثبت و خوبی که بوده در رسه تبابت و تکنولوژی معلوماتی مخابرات که اینا و ترمیمات شهرهایی که به شهرها وصل شده، چون شهرهای کابل، ایراد، دلارام و کندهار، اینا کارهای چشمگیر هستند که در دوران زمامداری آمد کرزی این کارها صورت گرفته، و بعضی کارهایی که باید در دوران آقای آمد کرزی صورت میگرفت، اعمار بندهای برق بود و زیربناهای بسیار مهمه که فابریکات جنگلک و نساجی ها بود، باید در این دوران این کارها باید صورت میگرفت که متاسفانه صورت نگرفته. زیربناها ما هم با برق وارداتی داریم. از این لحاظ در طول 10 سال حکومت کرزی صاحب یک پوینت منفی نمی بوده که ما برق خود از منابع طبیعی خود استفاده نتونستیم. ما از تو از سالنگ، امیر رئیس جمهور ما آمد به سالنگ، او مردم گفت که برادرها کلینیک نیست، شفاخانه دور است،
رای ما دور است. همی بنده خدا، همی پادشاه مسلمان ما گفت که کلینیک نیست، رای تان دور است، غریب هسته، بیچاره هسته. همی داد با ما دادانه ملی بس. یک سال، دو سال چران از سالنگ تا به جبرسراج 20 روپه. از سالنگ تا به جبرسراج 20 روپه. همی آدم عدالت مارکت، غور مارکت، برادر. ولی معتردارا زدن گمش کردن. پاچا با اون شرط پاچا باشه که کل ملت، وزیر، وکیل، تماما تابعیت می باشه. همی عدالت کرد. نه مثال به غوری کرد حق ما، نه دیگه، نه دیگه. ما از پیش از همی آدم خوش هستم. خدا از پیشش خوش باشه. خدا حافظ.